بسم الله الرحمن الرحیم، خوش آمدید به سلسله ویدیوهای فارماکولوژی کلینیکی بخش ادویه فارماکولوژی قلبی و درس امروز در مورد انتی آریتمیک دراگز می باشد یا دواهایی که به خاطر مریضان آریتمی داده می شود. آریتمی ما به حالتی میگیم که ریتم قلب نرمال نباشد. یک معرفی از آریتمی می داشته باشیم و شکل خلاصه مشکلاتی که در ساخت سیاله و یا هم در انتقال سیاله در عضله قلب وجود داشته باشه، این را به نام آریتمی یاد میکنن. یعنی شما میفهمین سیاله یا در اسینود یا در ایوینود و یا هم در شرایط دیگر در پروکینجی فایبرز ساخته میشه و بعد از اون باز با تمام عضله قلب انتقال پیدا میکنه و قلب فعال میشه یا اکشن پتانسیل در تمام مایوسایت ها با وجود میاد. وقتی کمی دو پروسه یا یکی از اینها مشکل ایجاد شوه یا کدام عدم کفایت وظیفوی در اینا با وجود بیاد، باعث با وجود آمدن اریتمی ها میشه. یعنی به شکل خلاصه میکانیزم اساسی اریتمی ها یا مشکل در امپلس فرمیشن است و یا هم مشکل در انتقال سیاله وجود داره. به شکل بسیار خلاصه در دو سلاید ما شما اکشن پتانسیل عضله قلبی را مرور میکنیم. کسایی که میخوان به شکل مفصل اکشن پتانسیل عضله قلبی را مطالعه کنند میشه که به ویدیوهای قبلی مراجعه کنند. شما میفهمین یک اکشن پتانسیل عضله قلبی از عضلات اسکلتی متفاوت میباشه، شامل 5 مرحله است. فیز 0 زمانی است که فاست سودیم چینلز باز میشه و سودیم ها داخل حجره مایوسایت میشن و حجره مایوسایت فعال میسازن، یعنی دیپولارایزش میسازن. فیز 1 زمانی است که چینل های سودیم بسته میشه و در مقابل چینل های پوتاشیم باز میشن. ببینید چینل های سودیم بسته شد و چینل های پوتاشیم باز شد. بعد از او فیز 2 زمانی است که چینل های پوتاشیم باز میباشن، اما در این صورت چینل های کلسیم هم باز میشن و کلسیم هم داخل عضله یا داخل حجره مایوسایت میشه. یعنی از یک طرف چارج مثبت خارج میشه، از طرف دیگه چارج مثبت داخل میاد که یک سفیر به وجود میاره به نام پلاتو که یا یک ریفرکتوری پریود هم برش میگن یا صفحه آسی، که این زمانی است که عضله قلبی تنبیه دیگر نمیپذیره و همی یک تفاوتی است با عضلات اسکلتی که عضلات اسکلتی چون صفحه پلاتو ندارن به شکل مکرر هم تنبیه را میپذیرن و همی خاطر است که بعضا باعث تقلصات دوامدار عضلات اسکلتی میشه. اما عضله قلبی چون صفحه پلاتو داره و در صفحه پلاتو تنبیه دیگر نمیپذیره، به می دلیل است که اکشن پتانسیلش طویل میشه و یک فرصت می باشد تا اینکه تنبیه دومی را بپذیره. ریپولاریزیشن فیز 3 است که در اینجا چنل های کلسیم بسته میشن، چنل های پتاسیم هنوز هم باز می باشن و حجره به طرف ریپولاریزیشن میره. فیز 4 زمانی است که حجره را به طرف فیز 0 آماده می سازن. این قسمت شما میبینین یک رستینگ ممبرین پتانسیل است و به خاطر از اینکه چینل های فاست سودیم باز شوند، چون اینا ولتیج گیتد هستند، یعنی اینا بستگی به یک ولتاژ دارند، تا که به یک ولتاژ دلخواهشان نرسن یا به صفحه تریشولد خود نرسن باز نمیشن. به مخاطر چینل های سودیم وجود دارند که پتانسیل از رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف تریشولد میبرند و آماده یک تنبیه بعدی می باشن. اکشن پتانسیلی که در حجرات پیس میکر که اسینود، ایوینود و پورکینجی فایبرز می باشن یک کم متفاوت تر است. اینا شامل 3 مرحله است. فیز 0 دارن، فیز 3 دارن و فیز 4 دارن. فیز 1 و 2 ندارن و گرافشان شما می بینین که متفاوت است نظر به عضلات یا حجرات مایوسایت. فیز 0 زمانی است که چینل های کلسیم باز میشن. چینل های کلسیم وقتی که باز شد فیز 0 با وجود میاد، یعنی اکشن پتانسیل در حجرات پیس میکر با وجود میاد، برعکس حجرات مایوسایت عادی که در اونا فاست سودیم چینلز باز میشد، اما در حجرات پیس میکر ال تایپ کلسیم چینلز باز میشن. بعد از این باز چینل های کلسیم بسته میشن و در مقابل چینل های پوتاشیم باز میشه و ریپولاریزیشن با وجود میاد که ریپولاریزیشنش مشابه به عضلات یا حجرات مایوسایت میباشه. و فیز 4 از اینا هم یک تفاوت که داره است که در فیز 4 از اینا چینل های فانی کرنت که چینل های سودیم میباشه، در عین حال چینل های کلسیم باز میباشن. یعنی وقتی که
یک پیس میکر میخواه که از رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف تریشولد بره، چینل های فانی کرنت یا هم سلو سودیم چینلز همراه با چینل های کلسیم باز میشن. وقتی که به تریشولد رسید ال تایپ کلسیم ولتیج دیپندنت چینلز باز میشن، یعنی اینا مختص به یک ولتاژ هستن. وقتی که مو ولتاژ که منفی 40 است رسیدن اینا باز میشن. وقتی که باز شدن حجره به طرف دیپولاریزیشن میره، حجره فعال میشه. بعد از اینکه دیپولاریزیشن واقع شد چینل ها بسته میشن، در مقابل چینل های پتاسیم باز میشه و حجره ریپولارایز میشه و به شکلی سیکل دوام پیدا میکنه. علتی که این اکشن پتانسیل در یک مایوسایت عادی و در یک پیس میکر با شما ذکر کردیم این بود که دواهای آنتی آریتمیک مختص بالای همین چینل ها کار میکنن و همین چینل ها را باز میکنن یا هم طویل بسته میکنن تا اینکه آریتمیک به وجود آمده دوباره از بین بره. علت هایی که آریتمی به وجود میاد به شکل عمده دو علت اینا ذکر کردن، ابنورمال اتوماسیتی. شما میفهمین که اس ای نوت پیس میکر قلب است و در حالت عادی باید اس ای نوت کار کنه. در حالتی که اس ای نوت کار نکنه باز ای وی نوت فعالیت میکنه و اگر ای وی نوت نتونه باز پروکینجی فایبرز میتونن که اتوماتیک کنن و پیس میکر قلب باشن. اما در حالت های اریتمیک حالتی به وجود میاد که هم اس ای نوت کار میکنه هم ای وی نوت، یا مثلا هم اس ای نوت کار میکنه هم پروکینجی فایبرز. به می دلیل است که کمپیتینگ استیمولی به وجود میاد یا سیاله های رقابت کننده به وجود میاد. اس ای نوت سیاله تولید میکنه، این سیاله باید انتقال کنه به تمام قلب و سایر نواحی قلب باید سیاله ایجاد نکنند. اما در آریتمی ها اس ای نوت هم سیاله تولید میکنه، فرض مثال پرکینجی فایبر هم سیاله تولید میکنه. و دوم ابنورمال کاندکشن است که پیشتر هم گفتیم انتقال سیاله انتقال نمیکنه، که ایره به نام امپالس ری انتری یاد میکنن، که شما امپالس ری انتری دهید تصویر بسیار خوب میشه یاد بگیرید. یک کاندکشن یا یک انتقال سیاله نرمال است که نرو امپالس می در یک ناحیه بایفورکیت میشه، تقسیم میشه به دو ناحیه و نواحی مختلفه تعصیب میکنه و سیاله را انتقال میده. اما اگر ما شما یونی دایرکشنال بلاک داشته باشیم، یعنی یک طرف سیاله انتقالش بلاک باشه، این باعث از این میشه که سیاله به این طرف انتقال نکنه بلکه به این طرف بیاید و بعد از او باز در یک ناحیه پس ری انتری کنه، پس به طرف ناحیه که قبلا اون را تعصیب کرده دوباره باز داخل شود. فرض مثال یک ناحیه قلب است، توسط سیاله تنبیه شد، فعال شد، سیاله باید انتقال کنه به سایر نواحی، اما چون اینجا یک بلاک وجود داشت سیاله در این ناحیه دوباره داخل میره. این را به نام ری انتری یاد میکنن، که نمی ری انتری باعث از این میشه که یک آریتمی با وجود بیاد، چون اون ناحیه یک بار تنبیه شده بود، بار دوم که تنبیه میشه طبعا یک آریتمی با وجود میاد. خب بیاین روی میکانیزم های اساسی که دواهای آنتی آریتمیک تاثیر گذار هستند صحبت کنیم. اکثریت دواها از طریق بلاک چینل های سدیم و یا کلسیم عمل میکنن. شما میفهمین در حجرات مایوسایت غیر از پیس میکر چینل های سدیم باز میشد و حجره پولارایز دیپولارایز میشد. وقتی که شما چینل های سدیم را بلاک کنین حجره دیرتر دیپولارایز میشه و زمان بیشتر می داشته باشه که یک امپالس قبول کنه و یک اکشن پتانسیل با وجود بیاره. اگر یک حجره پیس میکر در نظر بگیریم، فیز صفر حجره پیس میکر بستگی به چینل های کلسیم داشت، پس وقتی شما چینل های کلسیم را بلاک کنین باز هم زمان بیشتر در نظر میگیره که یک اکشن پتانسیل با وجود بیاره. دوم دواهای آنتی آریتمیک از طریق کاهش فریکونسی دیسچارج عمل میکنند. شما را پیشتر در مکانیزم اول گفتیم که وقتی اکشن پتانسیل دیرتر به وجود میآید پس انتقال سیاله و یا هم تشکیل سیاله هم دیرتر واقع میشه. فرض مثال اس ای نود میخواهد که یک سیاله تولید کنه، ضرورت به چینل های سدیم داره که باز باشند، اما چینل های سدیم بلاک شدن به خاطر اس ای نود نمیتونه که یک سیاله را تولید کنه و منتظر میمونه تا اینکه چینل های سدیم باز شوند و سیاله تولید شود. فرض مثال در حالت عادی در یک دقیقه 60 سیاله میسازه، وقتی که شما دوای آنتی آریتمیک استفاده میکنین چون زمان اکشن پتانسیل افزایش میتن و به خاطر شاید در یک دقیقه 30 سیاله ساخته شود و مو آریتمی که با وجود میاد که اکثرا افزایش هارت ریت میباشه کاهش پیدا میکنه. فرض مثال هارت ریت یک نفر 120 است، شما وقت دوای آنتی آریتمیک برش میتین
فریکونسی دیسچارج کم میشه، یعنی تشکل سیاله کم میشه، در نتیجه هارت ریت شخص به 90 یا 80 یا 75 میرسه. میکانیزم سومش از طریق کاهش کاندکشن است، یعنی انتقال سیاله را کاهش میده که کلاس یک دواهای آنتی اریتمیکی کار را انجام میدن که با کدام میکانیزم صحبت میکنه و در این صورت اینا ریفرکتری پیریود افزایش میدن. ریفرکتری پیریود بیشتر ما شما گفتیم زمانی است که از یک طرف چنل های پوتاشیم باز است، از طرف دیگر چنل های کلسیم و یک ریفرکتری پیریود با وجود میاد. وقتی که ریفرکتری پیریود افزایش پیدا کنه باز هم میگیم که اکشن پتانسیل تعویل میشه و سیاله هایی که در یک دقیقه ساخته میشه کاهش پیدا میکنه، چون هر اکشن پتانسیل وقتی دوامدار شود طبعا در یک دقیقه سیاله های کمتر ساخته میشه. دواهای آنتی اریتمیک بعضن خودشان باعث اریتمی میشن، یعنی دواهایی که به خاطر یک مرض مفید هستند بعضن خودشان باعث همون مرض میشن که از طریق میکانیزم نهی چینل های پوتاشیم اکثرا دواها باعث اریتمی میشن. چینل های پوتاشیم شما باید دارین در ریپولاریزیشن رول عمده داشتن، پس وقتی که شما چینل پوتاشیم را بلاک کنین اکشن پتانسیل تعویل میشه، حجره سری ریپولارایز نمیشه، تعویل میشه اکشن پتانسیل. وقتی که اکشن پتانسیل تعویل شد ما شما میگیم که پرولانگ کیو تی انتروال، در ای سی جی کیو تی انتروال تعویل میشه، یعنی اکشن پتانسیل یک زمان بیشتر از بر میگیره. کینمی پرولانگیشن کیو تی انتروال وقتی که دوامدار و یا زیاد باشه باعث بعضی از اریتمی های تهدید کننده حیات میشن که یکی از مثال هایش تورسالز دپونس میباشه، یک نوع از اریتمی هایی است که باعث تهدید حیات میشن و علت از اینکه این اریتمی ها با وجود میان طویل شدن دوامدار کیو تی انتروال است. یکی از راه هایی که کیو تی انتروال طویل میشه استفاده از دواهای کلاس 3 آنتی اریتمیک است که کلاس 3 آنتی اریتمیک چینل پتاشیم بلاک میکنن. ایسکیمیا، هایپوکالیمیا و انتیبایوتیک های مکرولیدز از جمله عوامل دیگه کیوتی پرولانگیشن هستند. یعنی اگر شما از این دواها استفاده میکنین و در این حال یک شخص اسکیمی داشته باشه یا هایپوکالیمی داشته باشه یا فرض مثال در پهلوی یک آنتی اریتمی درگز یک انتیبایوتیک مکرولید میگیره، چانس موجود آمدن اریتمی در این شخص زیادتر است، چون هم این حالت ها یا این دواها باعث کیوتی انتروال میشن، طویل شدنش همی که دواهای آنتی اریتمیکی که شما تجویز کردین باعث افزایش کیو تی انتروال میشن. پس در تشخیص یا در تداوی گونه اشخاص شما باید محتاط باشین و همیشه کوشش کنین از دواهای استفاده کنین که تاثیر دواهای که کیو تی انتروال افزایش میتن او را زیاد نسازن. فعلا در عصر حاضر از امپلانتیبل کاردیوورتر دیفیبریلیتورز استفاده میکنن، یعنی با شکل امپلانت یا به شکل غرض کننده در بالای قلب یک دیفیبریلاتور یک تنبیه کننده قلبی را نصب میکنند و همون تنبیه کننده دسچارج سیاله ها را کنترل میکنند و به می شکل ونتریکول اریتمی ها را به شکل دوامدار بدون از اینکه شخص ضرورت داشته باشه که دوا بگیره کنترل میکنند. به خاطر از اینکه دواهایی که در آنتی اریتمیک هستند بالای فیس های مختلفی از اکشن پتانسیل مایکاردل تاثیر گذار میکنن، با می خاطر اینا را تقسیم بندی کردن به کلاس 1 2 3 و بالاخره کلاس 4. بعضی از دواها هستند که مربوط یک فیز میشن اما بالای فیز دیگر هم تاثیر گذار میباشن. کلاس 1 دواها چینل های ولتیج گیتد سدیم چینل را بلاک میکنن، یعنی چینل هایی که باعث ابستروک یا فیز صفر اکشن پتانسیل مایوسایت ها بود. پس وقتی که چینل سودیم بلاک شد شما در این تصویر ببینیم، این یک حالتی است که دوا استفاده نشده، ابستروک بسیار سریع بلند رفته، یعنی سریع حجره دیپولارایز شده. اما وقتی که یک کلاس یک آنتی اریتمیک درگ استفاده شده حجره سریع دیپولارایز نشده. علتش این است که فرض مثال اگر 100 دانه چینل سودیم باز بود 50 دانش توسط دوا بلاک شد و فقط 50 دانش فعلا باز است و حجره یک زمان بیشتر میگیره تا اینکه دیپولارایز شود.
استفاده از این دواها فعلا کاهش پیدا کرده، علت شامی است که اینا پرو اریتمیک افکت دارند، یعنی خودشان بعضا باعث اریتمی میشن. و در مریضایی که فعالیت بطین چپ قلبشان و همچنان اسکمیک هارت دیزیز دارن، باید به این دواها تداوی نشوند. این دواها از طریق بلاک چینل های سودیم باعث کاهش اریتمی میشه. و یک خوبی که دواها دارن این است که تنها حجرات را اینها بلاک میکنن، سودیم چینلشان ها که اب نورمال های فریکونسی داشته باشن، یعنی طبعا در یک قلب تمام مایوسایت ها اب نورمال نمیشن که اریتمی با وجود بیاد. فرض مثال یک قسمت مایوسایت هایش اب نورمال هستند، یک قسمت نورمال هستند. این دوا خصوصیتش است یا خوبیش در این است که تنها حجراتی که اب نورمال شدن اونا را سودیم چینلشان را بلاک میکنه، حجراتی که اکشن پتانسیلشان و امی ریتمشان نورمال است اونا را کار نداره، کی را به نام یوز اف دیپندنس یاد میکنن. کلاس یک با سب تایپ های خودش داره که اولش کلاس یک ای است، شامل دواهای کینیدین، پروکینامید و دایسوپایرامید می باشن. اینا با چینل هایی که به شکل سری باز شدن و یا هم غیر فعال هستند با او چینل ها باز میشن، یعنی چینل هایی که رپیدلی باز میشن و یا هم چینل هایی که غیر فعال هستند و قرار است تحت یک تنبیه فعال شوند، این چینل ها را بلاک میکنن. به خاطر از اینکه اینا تاثیرات مشابه به کلاس 3 هم دارن که کلاس 3 ما شما گفتیم کیو تی اینتروال طویل میسازن، به او خاطر این دواها هم ریسک اریتمی را دارن و باعث اریتمی شده میتونن. مکانیزم اول این دواها چی رقم است؟ کینیدین به شکل خلاصه مهمترین کار که انجام میده چینل سودیم بلاک میکنه. وقتی که چینل سودیم بلاک شد ابستروک فیز صفر کاهش پیدا میکنه. این مهمترین مکانیزم عملش است که به خاطر اریتمی استفاده میشه. و در این صورت این دوا چینل کلسیم هم بلاک میکنه. در این صورت چینل پوتاشیم بلاک میکنه. وقتی که چینل پوتاشیم بلاک شد باز هم شما میگیم که ریپولاریزیشن آهسته تر میشه و می خاطر کیوتی اینتروال طویل میشه. و ما شما میگیم دواهایی که کیوتی اینتروال را طویل میسازن خودشان یک ریسک به خاطر اریتمی هستند. بر علاوه از این سه تاثیرات اینا رسپتور الفا سیستم سمپاتیک هم بلاک میکنن و تاثیرات انتی کولینرژیک هم دارن. اما مهمترین خاصیت دوای کینیدین به خاطر تداوی انتی اریتمیک، اول بلاک چینل های سودیم است و دوم بلاک چینل های پوتاشیم که از یک طرف آنست یا شروع اکشن پوتنشال طویل می سازن، آهسته می سازن و از طرف دیگه ریپولاریزیشنش آهسته می سازن که اکشن پوتنشال طویل شود. پروکینامید عین تاثیرات کینیدین نداره، فقط تفاوتی است که الفا بلاکر نیست و تاثیرات انتیکولینرژیکش کمتر است. دایسوپایرامید هم عین تاثیرات دواهای قبلی را دارن، اینا تاثیرات انتیکولینرژیکش از کینیدین و دوای پروکینامید بیشترتر است و می خاطر میگن که تاثیرات منفی از این نظر با دیگرایش بیشتر است. تاثیرات منفی آینوتروپیکش، یعنی تاثیرات منفیش بالای آیون ها. در این شما بهتر درک کرده میتونین که یک اکشن پوتنشالی که بدون دوا واقع شده شما ببینین در یک مدت کمتر بوده، در اینی مدت بوده. اما وقتی که شما دوای انتی اریتمیک کلاس یک ای را استفاده کرده بودین پریود اکشن پوتنشال طویل تر شد، یعنی زمان بیشتر داد به قلب که سیاله بعدی را بپذیره. اگر بدون دوا شما تعداد ریتم قلب در یک عضله یا در یک حجره مایوسایت فکر کنین شاید 100 بیت پر منت باشد، اما وقتی که دوای کلاس یک استفاده میکنین این کاهش پیدا میکنه به 60 بیت پر منت. علت شما گفتیم که وقتی که دوا نباشن اکشن پوتنشال شاید 0.025 سکند دوام کنه، اما وقتی که شما دوای انتی اریتمیک استفاده میکنین از یک طرف ابستروک فیز صفر کاهش داد، از طرف دیگری پولاریزیشن کاهش داد، در مجموع
اکشن پتانسیل شاید 0.5 سکند در بر بگیره، یعنی دو چنده حالت عادی وقت در بر بگیره، و هر چقدر که اکشن پتانسیل وقت بیشتر در بر میگیره به مو اندازه دیسچارج سیاله یا تولید سیاله کمتر میشه و سیاله کمتر ساخته میشه. یا امو چینل های سودیم است که توسط از دواها بلاک میشن و اجازه نمیده که چینل ها داخل حجره باز شوند، سودیم ها داخل حجره بیاید و حجره را دیپولارایز کنند. البته ای به این معنی نیست که تمام سودیم چینل بلاک میشن و حجره اصلا دیپولارایز نمیشن، بلکه تنها چینل های سودیم بلاک میشن که به شکل سری باز میشن و یا هم اینکتیو هستند. طور مثال اگر 100 چینل سودیم باشه، شاید 50 چینل سودیم بلاک شود، 50 چینل سودیم باز باقی بمانند. کلاسی 1P آنتی‌آریتمیک شامل لیدوکاین و مکسلتین میشن. اینا هم به شکل سره با چینل های سودیم وصل میشن و دوباره از چینل سودیم به شکل سره جدا میشن، یعنی تاثیرشان بسیار گذری است نظر به کلاس 1A. به می خاطر اکثریت از این دواها به حجرات کاردیاک یا مایوسایت وصل میشن که به شکل دیپولارایزد باشن و یا هم فایرینگ رپیدلی باشن، یعنی سریع سیاله ایجاد کنن، یعنی حجرات که فعالیتشان فوق العاده زیاد باشه اینا میرن به او چینل ها یا به او حجرات وصل میشن، چون او حجره سریع چینل سودیمش باز میشه پس بسته میشه، باز میشه بسته میشه، پس این دواها هم مختص به مو حجرات میشن. در تداوی آریتمی هایی که در بوتاینات میباشن فوق العاده موثر هستند. مکانیزم اولش گفتیم، از یک طرف چینل سودیم رو بلاک میکنن، فیز صفر آهسته می سازن و از طرف دیگه فیز 3 را کوتاه می سازن. فیز 3 کوتاه شد یعنی ریپولاریزیشن سریع واقع می شه و اکشن پتانسیل مدتش کمتر می شه. در این تصویر شما ببینید فیز 0 که بدون دوا است در رنگ سفید نشان داده شده، وقتی که دوا استفاده شده فیز 0 کمی آهسته تر شده، اما برعکس فیز 3 که ریپولاریزیشن است سریع واقع شده، یعنی اکشن پتانسیل کمتر شده. اما چیزی که به خاطر دواهای آنتی آریتمیک با ما شما مهم است است که فیز صفر را کاهش داده، اما نسبت به کلاس 1A کمتر کاهش داده. دیگه شما می‌بینید که چینل های سودیم بلاک شدن. کلاس 1C شامل فلیکانایت و پروپافنون می باشن. این دواها به شکل آهسته از چینل های سودیم که در رستینگ قرار دارن جدا میشن، یعنی اینا چینل های سودیم را بلاک میکنن که در حالت رستینگ قرار دارن و در قلبی که هارت ریت نرمال داشته باشه فوق العاده تاثیرات از اینا زیادتر است، چون شما میفهمین که قلب نرمال اکثریت از چینل های سودیم در حالت رستینگ قرار دارن و فقط وقت تنبیه برشان میرسه فعال میشن، در حالی که در قلبی که آریتمیک داشته باشه یعنی ریتم قلب نرمال نباشه باز اکثریت چینل ها به شکل سریع باز میشن و سریع بسته میشن. اکثریت مطالعات نشان داده شده که این دواها امکان داره که مؤثر نباشن و یا هم مسئول نباشن، به خصوص در مریضانی که مشکلات ساختمانی قلب دارن، یعنی فرض مثال امای دارن یا فرض مثال کدام مشکل والو قلبی دارن، در اون مریضا شاید مشکلات ایجاد کنه، به خاطر هنوز هم استفاده از این گروه دواها مسئول نیست. فلیکانایت فیز صفر مانند سایر دواهای کلاس 1 سپرس میکنه، یعنی فیز صفر آهسته انجام میده، فیز صفر آهسته بلند میره، به شکل فاست ابستروک نداره بلکه به شکل آهسته فیز صفر با وجود میاد که مختصن در پروکینجی فایبر و مایکاردیال فایبر این کار صورت میگیره. وقتی که فیز صفر آهسته بلند رفت پس طبعا مدت زمان بیشتر را میگیره تا اینکه ای سیاله در ای حجره با وجود بیا و انتقالش بده به حجره بعدی، به می خاطر است که کاندکشن یا انتقال سیاله را آهسته میسازن، چون در حالت عادی شما اگر این تصویر ببینید سیاله حجره سریع دیپولارایز میشد با مایوسایت بعدی سیاره را انتقال میداد او به بعدی و به شکل انتقال پیدا میکرد، اما این فعلا خودش آهسته بلند میره، باز بعد از او از طریق گپ جنکشن آین ها را به حجره بعدی خود میده، حجره بعدی به شکل آهسته فعال میشه، بعد از او باز به شکل آهسته حجره سیومی، به شکل انتقال سیاره آهسته تر صورت میگیره. اما اگر دوا استفاده نکنیم ببینید فیز صفر در حجره اولی به وجود میاد، از طریق گپ جنکشن آین ها را به
حجره دومی میده، او به حجره سومی و به حجره چهارمی و می شکل سری تمام حجرات فعال میشن و انتقال سیله سری می باشد، در حالی که دواهای آنتی اریتمیک انتقال سیله را کاهش میدن. فلکسنیت بر علاوه از اینکه چنل های سدیم رو بلاک میکنن، چنل های پتاسیم هم بلاک میکنن. وقتی چنل پتاسیم بلاک شد، شما میفهمین ریپولاریزیشن تعویل میشن. وقتی ریپولاریزیشن تعویل شد، پس اکشن پتانسیل وقت بیشتر هم میگیره. اما پروفاینون کاندکشن آهسته میسازه از طریق بلاک چنل سدیم، اما بالای چنل پتاسیم کدام تاثیر نداره. پس تفاوت بین فلکنایت و پروپافینون نمی است که فلکنایت هم سودیم را بلاک میکنه هم پوتاشیم، و پروپافینون تنها سودیم را بلاک میکنه. دواهای کلاس دو بیتا بلاکر ها هستند. بیتا بلاکر هایی که ما شما در سیستم اوتونوم مطالعه کردیم. بیتا بلاکر میفهمین فیز 4 دیمنش میسازه یا کاهش میده. فیز 4 بود که از رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف تریشولد میبرد، که وقتی ای کاهش پیدا کرد، پس آهسته تر حجره به طرف تریشولد میره. وقتی کاهسته به طرف تریشولد رفت، اکشن پتانسیل طویل تر میشه، که دمی خاطر اوتوماتیک کمتر میشه، ای وی کاندکشن طویل میشه، به خاطر از اینکه سیله آهسته انتقال پیدا میکنه، هارت ریت کم میشه، چون اکشن پتانسیل کمتر میباشه، سیله کمتر انتقال میکنه. در حالت عادی اگر 60 بود، آل وقت دوا استفاده کردیم، به 40 میرسه. و چون بیتا بلاکر میفهمین بالای سایکلیک ایم پی هم تاثیرگذار است، مقدار کلسیم داخل مایوسایت کم میسازه، پس کانترکتیلیتی هم کاهش پیدا میکنه. کلاس دو در تداوی تکی آریتمی ها بسیار استفاده میشه، آریتمی هایی که هارت ریت دو بلند رفته باشه، و خصوص او تکی آریتمی هایی که از تاثیرات سمپاتیک با وجود آمده باشه، به خاطر مریضانی که اتریال فلاتر دارن و همچنان اتریال فیبریلیشن دارن، و یا هم ایوی نودل ری کارنت یا ری انترانت تاکیکاردی دارن، در اونو هم استفاده میشن. اتریال فلاتر یک حالتی است که اوزین تقلص نمیکنه، فقط لرزه داره، یعنی یک تقلص نرمال کردن نمیتونه از بس که هارت ریتش زیاد است. طور مثال در اتریال فلاتر شاید ریت تقلصات اتریوم 300 بیت پر منت باشه، و در اتریال فیبریلیشن با می اندازه شاید 1.5 باشه. بر علاوه از اینکه بیتا بلاکر ها در تداوی از این آریتمی ها استفاده میشن، در نجات مریضان از آریتمی هایی که بعد از یک ام آی با وجود میه هم فوق العاده مهم هستند، چون مایوکاردال انفارکشن وقتی با وجود آمد، پس یک دفکت در عضله قلب وجود داره و امکان بسیار زیاد وجود داره که ری انترانت تکی آریتمی ها با وجود بیاد، چون یک قسمت سیاله بلاک می باشه، انتقال نمیتونه، از یک مسیر دیگه وقت میره، پس دوباره ری انترانت میشه و یک اریتمی را با وجود میاره. یعنی اریتمی هایی که بعد از مایوکاردال انفارکشن با وجود میاد، فوق العاده تهدید کننده حیات هستند. به همین خاطر بعد از مایوکاردال انفارکشن یکی از دواهای اساسی که به مریض داده میشه کلاس 2 آنتی اریتمیک ها یا همامی بتا بلاکر هستند، تا اینکه از اریتمی که قرار است به وجود بیاد ما قبل از قبل وقایع کرده باشیم. کلاس 3 آنتی اریتمیک ما پتاسیم چنل بلاکر ها هستند. اینا چی میکنن؟ به شکل خلاصه اکشن پتانسیل را طویل میسازن، یعنی ریپولاریزیشن طویل میشه، در نتیجه کیو تی اینتروال در ای سی جی طویل میشه و اکشن پتانسیل در یک حجره قلبی طویل میشه. بالای فیز 0 و یا هم بالای رستینگ ممبرین پتانسیل تاثیرگذار نیست. فیز 0 ما شما گفتیم که دواهای کلاس 1 بالای فیز 0 عمل میکنن و فیز 0 آهسته میسازن. دواهای کلاس 2 را گفتیم بالای رستینگ ممبرین پتانسیل عمل میکنن، و دواهای کلاس 3 را میگیم بالای اکشن پتانسیل عمل میکنن و در مجموع اکشن پتانسیل طویل میسازن. این دواها چون باعث افزایش کیو تی اینتروال میشن، پس باعث آریتمی ها شده میتونن. امیودارون یکی از دواهای پتاسیم چنل بلاکر ها هستند که به شکل کیمیاوی اگر مطالعه شوند دارای آیودین می باشه و از لحاظ ساختمانی به تایروکسین شباهت دارد و تاثیراتش کامپلکس است، یعنی تاثیرات کلاس های متفاوت دارند، هم کلاس 1، هم کلاس 2، هم 3 و هم کلاس 4، یعنی تاثیراتش فوق العاده زیاد است. اما تاثیر اساسی است یا تاثیر متبارزش کش بالای
کلاس سی است که اکشن پتانسیل طویل می سازد. از طریق بلاک چنل های پتاسیم، چنل پتاسیم بلاک می شود، ریپولاریزیشن سریع واقع نمی شود، اکشن پتانسیل طویل می شود. و یک خوبی که نظر به دواهای کلاس یک و داره ای است که تاثیرات پرو ارتمیکش بسیار کم است، یعنی بسیار کم باعث ارتمی ها می شود. نظر به کلاس یک و سایر دواهای کلاس سه. در شما بینین بالای فیز صفر اصلا کدام تاثیر وجود نداشت، فقط فیز سه را طویل ساخت و ببینین اکشن پتانسیل از یک حالت که به این اندازه بود به یک اندازه طولانی رسید. دواهای دیگه که مربوط کلاس سه میشن در اینجا شما دیده میتونن که درانترون است، سوتالول است که سوتالول ما شما در بخش اوتونومیک نرو سیستم هم مطالعه کرده بودیم که از یک طرف چنل پوتاشیم بلاک میکنن، از طرف دیگه خاصیت بلاک کردن آخذه بیتا را هم دارن. توفتلید است و ایبوتلید از جمله سایر دواهای کلاس سه می باشند که پوتاشیم چنل بلاکر ها هستند. کلاس 4 کلسیم چنل بلاکر هستند، دواهایی که چنل های کلسیم بلاک میکنن که به خاطر مریضان قلبی دو دوا است، وراپیمیل و دلتیازیم. این دواها چی میکنند؟ این دواها بیشتر ما شما مختص در پیسمیکری را مطالعه میکنیم. از یک طرف ما شما بیشتر در پیسمیکر پتانسیل گفتیم که در فیز 4 باید از رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف تریشولد پتانسیل بلند بیاید که در اینجا چنل های فانی کرنت یا سلو سودیم چنل همراه با چنل های کلسیم باز میشن. از یک طرف این چنل کلسیم وقت بلاک شود چی میشه؟ پتانسیل از رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف تریشولد بلند میره اما آهسته، فرض مثال شاید دینی زمان بره وقت بیشتر بگیره. ببینید نظر به تایم بیشتر فرض مثال در 1.5 میلی سکند رسید، حالا در 200 میلی سکند رسید. بعد از اینکه به تریشولد رسید باز دوباره چنل های کلسیم باید باز شود که فیز صفر واقع شود، اما باز هم چنل سدیم بلاک شده، پس فیز صفر هم شاید دیرتر واقع شود و بالاخره ریپولاریزیشن کدام تاثیر ندارد چون اونجا چنل های پتاسیم است، اینا فقط چنل های کلسیم بلاک میکنن. پس ما شما میگیم که کلاس 4 کلسیم چنل بلاکر هستند که از یک طرف فیز 4 را آهسته میسازن، از طرف دیگر فیز 0 را آهسته میسازن. چیگونه؟ با بلاک چنل های کلسیم. خب در این سلاید روی دواهای صحبت میکنیم که تاثیرات آنتی آریتمیک دارن اما مربوط 4 کلاس آنتی آریتمیک درکس نمیشن. دوای اول دیجاکسین است، تا بخش هارت فیلیر به شکل مفصل بیان شد. دوای دوم ادینوزین است. ادینوزین وقتی که در دوز بلندتر استفاده میشه سه کار انجام میده. کار اولش این است که کاندکشن ویلیسیتی را کاهش میده. کاندکشن ویلیسیتی یعنی سرعت انتقال سیاله. سیاله آهسته تر انتقال میکنه. دوم ریفرکتری پیریود طولانی میسازن. صفحه آسی را طولانی میسازن. صفحه آسی چی است؟ زمانی است که قلب یا موهجه مایسایت تنبیه دومی رو نمیپذیره و اکشن پتانسیلش طویل میشه. و سوم هم اتوماسیتی را در ایوینود کاهش میده. اتوماسیتی چی است؟ یعنی تولید سیاله. ایوینود سیاله رو کمتر تولید میکنه. مثلا بیشتر ما شما در شروع ویدیو گفتیم که یکی از میکانیزم های اساسی با وجود آوردن اریتمی ها اتوماسیتی است، یعنی یک جایی که ضرورت نیست که سیاله تولید کنه او سیاله تولید میکنه. فرض مثال اس ای نود فعال است، ای وی نود هم فعال میشه و سیاله تولید میکنه. این سیاله ها به شکل رقابتی با همدیگر میباشن و اریتمی به وجود میاد. پس ما و شما ای وی نود برش توسط ادینوزین غیر فعال میسازیم. از طرف دیگه ریفرکتری پیریود طولانی ساختیم در حجرات و در قدم سوم انتقال سیاله را از یک مایوسایت به مایوسایت بعدی هم آهسته تر ساختیم. پس در نتیجه این سه مکانیزم باعث میشن که یک تاثیر آنتی آریتمیک وجود بیاید. گروپ سوم هم مگنیزیم سلفیت میباشد. مگنیزیم باعث نهی انتقال آین های چون سدیم، کلسیم و پتاسیم از غشای حجروی میشه، یعنی اجازه نمیدن که آین ها از یک طرف غشا به طرف مقابل انتقال پیدا کنه. و شما میفهمین وقتی که اکشن پتانسیل در عضله قلبی به وجود میاد آین ها باید از بیرون به طرف داخل بیاین تا اینکه پتانسیل اکشن پتانسیل با وجود بیه و حجرات فعال شوند. وقتی که همین کار صورت نگرفت و آینها آهسته تر داخل آمدن یا فرض مثال کمتر داخل آمدن با
پس اکشن پتانسیل در عضلات قلبی یا در حجرات قلبی کمتر می باشد یا آهسته تر می باشد. وقتی که اکشن پتانسیل کمتر بود، دو کارم در صورت می گیره. از یک طرف سیاله کمتر تولید می شه، از طرف دوم سیاله آهسته تر انتقال پیدا می کنه. پس ما شما می گیم که مگنیزیم سلفید دو تاثیر داره. یکی SNO امپلس فرمیشن کمتر می سازه و از طرف دیگه کاندکشن هم طولانی می سازه. پس مگنیزیم سلفید تاثیرات انتی آریتمیک مناسب داره. از یک طرف سیاله کمتر، از طرف دیگه انتقال سیاله آهسته تر. در این سلاید تمام موضوعات خلاصه می سازیم. کلاس یک سودیم چینل بلاکر. وقتی چینل سودیم بلاک شد، فیز صفر آهسته می شه. اکشن پتانسیل آهسته با وجود می آید. کلاس یک سودیم چینل بلاکر است. خصوصیاتش این است که فیز صفر در عضلات بوتاینات آهسته می سازه. کلاس یک بی سودیم چینل بلاکر است. خصوصیاتش این است که فیز سه را کوتاه می سازه. یعنی ریپولاریزیشن سریع می سازن. به مو خاطر اکشن پتانسیل کاهش پیدا میکنه. کلاس یک سی سودیم چنل بلاکر است، اما تاثیراتش بالای فیز صفر در عضلات بوتاینات نظر به دو دوای یا دو کلاس بالاتر بیشتر می باشن. کلاس دو بیتا بلاکر ها هستند که فیز 4 را نهی میکنن. فیز 4 چی بود؟ وقتی که یک حجره از رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف تریشولد می رفت. با وقت به طرف تریشولد که در تریشولد باز فست سودیم چینلز باز می شد. فرض مثال از منفی 90 به طرف منفی 60 می رسید. بیتا بلاکر ها چی می کنن؟ تریشولد غرض نمی گیرن، فقط رستینگ ممبرین پتانسیل پایین تر می رن. فرض مثال منفی 120 میلی ولت می سازن. پس وقتی که یک حجره از منفی 120 به طرف منفی 60 می ره، زمان بیشتر در بر می گیره و می خاطر است که اتوماسیتی کمتر می شه. کلاس 3 پوتاشیم چنل بلاکر هستند. وقتی چنل پوتاشیم بلاک شد، ریپولاریزیشن حجره طویل میشه و می خاطر است که اکشن پتانسیل طویل میشه. کلاس 4 کلسیم چنل بلاکر هستند. کلسیم چنل بلاکر ما شما گفتیم که در اس ان اوت و ای وی نوت و سایر حجرات پیس میکر به ما شما مهم است. چرا؟ چون یکی وقتی که از رستینگ ممبرین پتانسیل به طرف تریشولد میریم، دیگه چنل های کلسیم بلاک میشه. وقتی که بلاک شد، پس همین مدت زیاد را در بر میگیرم. یعنی فیز 4 اکشن پتانسیل در پیس میکرها طویل میشه. در این صورت فیز 0 که ضرورت به باز شدن چینل های کلسیم داره در حجرات پیس میکر، او هم طولانی میشه.